پس استفاده از یک خطبر یا انگشت یا یک قلم که طفل ما یا خود انسان کلان که میخواد روش مطالعه رو اصلاح بکنه از جمله اول شروع بکنه، جمله به جمله بخونه و اصلا به عقب بر نگرده، سرش هم تکان نده از طریق چشم و صدای بلند هم نداشته باشه. اصلا ما میگیم با صدای بلند نخونه، لبخانی هم نکنه، فقط ما میخواییم که این ذهن و چشمش درک بکنه. گفتیم اگر ذهن درک بکنه خب چشمم او رو میخونه. پس من یک جمله رو با خطبر خط میبرم، دو جمله، سه جمله و یک پاراگراف میشه. بعد ما میخوایم این تقویت شوه، زمان برش میگیریم. میگیم که خب در یک دقیقه ببینیم من چند سفر رو میتونم بخونم با همون چشم، با همون خطبر. و ای که حتی اگر احساس کردیم که من از اون مطلب هیچ چیز نفهمیدم، باز هم بر نگردیم به عقب. این روند باید همچنان ادامه پیدا کنه که این عادت من ترک شوه که اگر من به عقب برمیگشتم دیگه بر نگردم. حتی اگر من درک مطلبی نداشته باشم و مطلب نفهمیده باشم، این روند که ادامه پیدا کرد دیگه به مرور میتونی خطبرم استفاده نکنی.